برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر مزار شریف کشور افغانستان به مناسبت فرارسیدن ایام میلاد حضرت امام رضا علیه السلام اقدام به ذبح چند رأس گوسفند کرد. گوشت حاصل از این اقدام انسانی که برای 13 بار طی ماه‌های گذشته توسط دفتر مرجعیت مزار شریف صورت پذیرفته است به دست خانواده‌های ایتام و نیازمند این شهر رسید. ابوالقاسم دولابی نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور روحانیت ایران اظهار داشت متاسفانه دولت‌های ما در گذشته کارنامه خوبی در حمایت از نهادهای دینی بر جای نگذاشتند و امروزه از بین حدود 75,000 مسجد در کشور در به تعداد 50,000 مسجد بسته است که این فاجعه است که باید بر اون خون گریست. وی در ادامه با اشاره به مسئولیت حوزوی خود در دولت 13 به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور روحانیت بیان داشت داشتن این مسئولیت به این معناست که ما ظرفیت‌های دولت را برای خدمت به روحانیت به کار گیریم و هم از ظرفیت‌های روحانیت برای خدمت به دولت استفاده کنیم و ارتباط دو سویه داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر شیرازی زیده‌عزو فرزند بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو به همراه هیئتی طی سفر به کشور عراق با 2 از مسئولان مساجد کوفه و سهله دیدار کرد. ایشان طی این اقدام با دکتر سید مضر علی خان المدنی تولیت مسجد سهله و سید ضیاء الحکیم از اعضای روابط عمومی مسجد کوفه دیدار و گفتگو کرد. فرزند مرجع عالی قد در این دیدارها از فعالیت‌های این دو مسجد مقدس مطلع شد. مدارس ابتدایی و راهنمای ایالت یوتا در آمریکا کتاب انجیل را با این توجیه که محتوای آن مبتذل و خشونت‌آمیز است از قفسه‌های کتاب‌های خود برداشتند. این اقدام به دنبال شکایتی که از والدین مبنی بر اینکه انجیل دارای محتوای نامناسب برای کودکان است انجام شده است. دولت جمهوری خواه یوتا در سال 2022 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن آموزش کتاب‌های پورنوگرافیک یا ناشایست در مدارس ممنوع است. سال گذشته یکی از اداره‌های محلی تگزاس نیز پس از شکایت اعضای عمومی کتاب انجیل را از مدارس حذف کرد. ماه گذشته دانش آموزان ایالت کانزاس هم درخواست حذف انجیل از مدارسشان را کردند. شیخ ابو جعفر اللامی مدیر مرکز از صدیقه فاطمه سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر بغداد پایتخت کشور عراق به همراه جمعی از جوانان مؤمن این شهر در مقر مجمع رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا حضور یافت. هیئت مذکور طی این اقدام با حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی محمدی رئیس این مجموعه رسانه‌ای دیدار کردند. در رابطه با مسائل و موضوعات مختلف دینی، فرهنگی و رسانه‌ای با وی به گفتگو نشستند.